در این فیلم میخواییم راجع به عدد نویسی با اتون صحبت بکنیم. بچه ها توی این فصل، اسم فصل هم حتی به عدد نویسی اختصاص داده شده. راجع به الگوهای عددی، عدد نویسی، مضارب عددی، چیزایی که قبلا اشاره کردیم بهش. و عدد نویسی هم یکی از مباحثیه که بسیار مفهومی و بسیار ازش میشه سوالای مهمی طراحی کرد، در این حالی که مبحث آسونی به نظر میرسه. بریم سراغ این مبحث و ببینیم که چه نکاتی رو داره برای ما. خب عدد نویسی، هر یک از ارقام یک عدد داره ارزش مکانی هستن. بچه ها شما تو سال پنجم با مفهوم ارزش مکانی حتی خود همین عدد نویسی آشنا شدید. اما ما اول یه اشاره به همون مباحث داریم، اما یه سری مباحث هم بهش اضافه شده. یعنی تو سال ششم میاد یه سری از نکات و مباحث رو به همون مباحثی که سال پنجم یاد گرفتیم اضافه میکنه. ببینیم چی میخواد بگه. بچه ها به این مثال دقت کنید. یه عددی به ما داده، گفته که این عدد رو به حروف بنویسید، این عدد رو اصلا بخونید برای ما. ما تو سال گذشته هم یه همچین مثالی رو دیدیم، این جدول تقریبا برای ما آشناه. اما شاید یه تفاوتی که امسال بیشتر به چشم بیاد و حالا مانور بیشتری تو سوالا روش بدن اینه که یه قسمت اعشاری اینجا اضافه شده. خب و بحثی که هستش، ما این رو میدونیم که عددی که به ما میدن ما سرقم سرقم جدا میکنیم عددمون رو، قبلا نمی کارو میکردیم، از سمت راست به سمت چپ سرقم سرقم جدا میکنیم. مثل این جدوله، این یه تیکه رو فعلا شما در نظر نگیرید، نگاه کنید، میگفتیم یکی ها و هزار و میلیون و میلیارد ها. خب و بعدش هر کدوم میگفتیم یکان داره، دهکان داره، صدگان، دوباره یکان داره، دهکان داره، صدگان. می‌بینید تو هر قسمتی تکرار شده و عددو می‌خوندیم. فعلا فرض کنیم که این قسمت نیست. نگاه کنید چه جوری عددو می‌خونیم. می‌خونیم 49 میلیارد و 108 میلیون و 512000 و اینجا صفر 2 512002. خب یه قسمت اعشاری اومده اینجا اضافه کرده. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا رو اینطوری می‌خونیم. بچا نگاه کنید، از ممیزی که اینجا توی عددمون خورده با ممیز نشون داده، از ممیز به سمت راست که میخواییم ادامه بدیم ما میخونیم دهم، صدم، هزارم، ده هزارم، صد هزارم، همینطوری باید ادامه بدیم و عددمون رو جوری میخونیم که ببینیم به کجا ختم شده. مثلا نگاه کنید یه تیکه رو نوشته شده 193 هزارم. بچه ها بعضیشون شاید بگن که آقا این که دهمه، این صدمه، شما چرا اینو خوندی صدونه؟ میگیم آقا ما 193 رو که داریم میبینیم، عددمون 193. خب کجا ختم شده؟ هزارم ختم شده. خب ما هر جا که تموم شده بود عددمون همونطوری میخونیم. مثلا اگر اینجا توی یک بود و بعدش ادامه نداشت ما میخونیم یک دهم. اگر اینجا فقط 19 بود میخوندیم 19 صدم. حالا که 193 رو میبینیم میخونیم 193 هزارم. ببینید کجا تموم شده عددمون. درست قسمت صحیح عددمون رو که بلد بودیم چجوری بخونیم، قسمت اعشاری هم اینطوری میخونیم. درست پس عدد اگه بخوایم بخونیم با هم میخونیم 49 میلیارد و 108 میلیون و 512 هزار و 2 و 193 هزارم. خب این از این. اما یه نکته، گاهی مواقع از ما سوال میشود بزرگترین عدد 3 رقمی یا کوچکترین عدد 5 رقمی را و تو همین سبک سوالات بنویسید. برای حل این گونه سوالات بایستی ارزش مکانی ارقام توجه شود. خب یعنی چی؟ وقتی به ما میگه بزرگترین عدد 3 رقمی رو بنویسید، کوچکترین عدد مثلا 5 رقمی رو بنویسید، بزرگترین عدد 2 رقمی رو بنویسید، وقتی بحث از بزرگ و کوچک میرسه، اعداد بزرگتر، اعداد کوچکتر، ما باید به ارزش مکانی عددمون دقت بکنیم. خب نکته بعد، هرچه ارزش مکانی یک رقم بیشتر باشد در بزرگ یا کوچک بودن عدد تأثیر بیشتری دارد. خب یعنی چی؟ یعنی میگه اگه خواستی عددت بزرگ باشه حواست باشه ارزش مکانی ما چی بود؟ یکان، دهگان، صدگان، اینطوری بود دیگه. میگفت حواست باشه اگه میخوای بزرگه رو انتخاب، عددت بزرگ باشه، رو صدگان خیلی مانور بده. هر چقدر صدگانت بزرگتر باشه عددت چیه؟ بزرگتره. درسته؟ این نکته و نکته قبلیشو در نظر داشته باشید. بریم روی یه مثال نگاه کنید. میگه بزرگترین عدد 3 رقمی زوج، یعنی از ما یه عدد
سه رقمی خواسته، ولی دو تا شرط داره. چی؟ یکیش گفته بزرگترین رو به من بگو. خب تا اینجا میگم باشه. یکیش هم گفته زوجه رو به من بگو. عدد سه رقمی که میگی بزرگترین باشه، ولی زوج هم باشه. خب ما چیکار میکنیم؟ میگیم اگه گفتی بزرگترین، خب من باید رقم اولم که ارزش مکانیش از همه بیشتره 9 باشه. درست نمیشه گذاشت 8، گفته بزرگترین. من این ارز، این رقم اولم بیشترین تأثیر رو تو بزرگ و کوچیک شدن اعداد داره، پس اینو میذارم 9. خب عدد دومم هم میگم آقا بعد از صدگان من دهگان من هم ارزشش زیاده و اینجا هم گفته بزرگترین، آقا من اینم میذارم 9. میگه باشه مشکل نیست. رقم سوم، چون گفته سه رقمی باشه، رقم سوم یا رقم یکانی که میخوای بذاری میگی خب آقا این 9، این 9 آخری هم بذارم 9 دیگه، یکانم هم بذارم 9. گفته بزرگترین، میگی آره گفته بزرگترین و میتونی هم 9 بذاری، ولی اینجا یه شرط گذاشته. گفته چی؟ گفته عددت زوج باشه. میگی خب اگر اولی و دومی 9 باشه رو زوج و فرد من تأثیر داره، اگه صدگان و دهگان من 9 باشه تأثیری داره رو زوج؟ میگم نه، فقط عدد یکانت مهمه. میگه عدد یکانم اگه بخواد زوج باشه چیا میتونه باشه؟ میگم 0 میتونه باشه، 2 میتونه باشه، 4 میتونه باشه، 6 میتونه باشه، 8 میتونه باشه. تو قسمت قبل یاد گرفتی. میگه خب کدوماشو بذارم؟ 0 بذارم، 2 بذارم، 4 بذارم؟ میگه بزرگترینشو بذار. یعنی ما تمام این اعداد رو که میخواییم بذاریم بزرگترینه رو انتخاب میکنیم، به شرط اینکه شرط سوالمون رو رعایت کرده باشیم. اینجا چی بذاریم بچه ها؟ 8. عدد سه رقمی که بزرگتر از همه اعداد سه رقمی باشه و زوج باشه میشه چی؟ 998. درسته؟ پس یه نکته ای که خیلی مهم بود تو این سوال چی بود؟ این بودش که اولا از سمت چپ شروع بکنید و اعداد با ارزش مکانی بزرگتر رو تو ذهنتون داشته باشید. اینجا رو ما 9 میذاریم، چرا گفته چی؟ گفته بزرگتر باشه. بعدیش هم همینطور همینطور، ما تا جایی که امکان داره میتونیم عدد 9 رو بذاریم. خب ولی آخرش به ما گفته عدد زوج باشه. ما یکانمون باید زوجی باشه که در ضمن بزرگترین هم باشه، عدد 8 رو میذاریم. خب یه مثال دیگه، با استفاده از ارقام 5 0 6 9 بزرگترین و کوچکترین عدد سه رقمی رو بنویسید. خب اینجا تو سوال 4 رقم به من داده، 5 رو داده، 0 رو داده، 6 و 9 هم داده. دو تا چیزی از من خواسته، یکیش بزرگترین، یکیش کوچکترین عدد. خب تو سوال قبلم گفتیم وقتی میگه بزرگترین رقم سمت چپم هم که ارزشش از همه بیشتره باید 9 باشه. خب نگاه کنید، و وقتی که میگه کوچیکترین باید کوچیکتر باشه. بریم سراغ اول بزرگتر. دو تیکه از سوالمون، اول تیکه قسمت اولشو جواب بدیم. میگه برای نوشتن بزرگترین عدد سه رقمی بایستی ارقام بزرگتر به ترتیب در صدگان و دهگان و یکان قرار بگیرن. بچه این سوال با سوال قبلی فرقش اینه، سوال قبلی به ما نگفته بود که با چه ارقامی. ما میتونستیم همه رو بزنیم 9، دستمون باز بود، کاملا باز بود. اما اینجا 4 تا رقم به من داده، گفته هر کاری میخوای بکنی با این 4 تا رقم بکن. خب میگم چی؟ میگم اولین عدد اون، بچه خودتون هم میتونید جواب بدید، که ارزشش از همه هم بیشتره و از منم خواسته بزرگترین عدد رو بنویسم، عدد سمت چپیمه، چون سه رقمیه، ما یکان و دهگان و صدگان داریم. عدد صدگانمون رو چی میذاریم؟ 9 میذاریم. میگیم آقا این رفت، 9 رفت. درست؟ چی مونده؟ 6 و 5 و 0 مونده. عدد بعدیه که ارزشش بازم حالا تو مرتبه دوم بیشتره، من کدوما رو بذارم؟ 5 رو بذارم، 0 رو بذارم یا 6؟ میگه شما هر چقدر بتونی عددهای بزرگتر دو تو سمت چپ قرار بدی عددت بزرگتره. میگم خب اینجا من عدد 6 رو قرار میدم و بعدش میگه خب 9 و 6 رفت، چی مون؟ 5 و 0 مونده. خب حالا چیکار کنیم؟ میگیم که خب طبیعتاً وقتی گفته بزرگترین من عدد 5 رو قرار میدم، میشه 965 عدد بزرگترین. بزرگترین عددی که میتونستم با این 4 رقم بنویسم 965. درسته؟ اما بریم قسمت دوم سوالمون، وقتی که میگه کوچکترین عدد رو بنویسید. برای نوشتن کوچکترین عدد سه رقمی بایستی ارقام کوچکتر به ترتیب در صدگان و دهگان و یکان قرار گیرن. خب ما اینو که گفته بودیم، اما گفته توجه شود که رقم صفر نمیتواند اولین رقم قرار گیرد. این نکته خیلی مهمه بچه‌ها.
خب ما صفر رو نمیتونیم رقم اول قرار بدیم. چرا؟ چون اگر صفر اولین رقم سمت چپ ما باشه خونده نمیشه، وقت عددمون میشه چی؟ میشه دو رقمی، دیگه سه رقمی نمیشه. درسته؟ اگه اولین رقممون رو ما صفر بذاریم دیگه عددمون سه رقمی نمیشه. پس باید حواسمون باشه به این. خب میام چیکار میکنیم؟ میگیم عدد اولمون 5 باشه. چرا؟ گفته کوچیکترینا، ما باید کوچیکترینا رو پیدا بکنیم بذاریم سمت چپ. میگیم صفر که نمیتونیم بذاریم، خب کوچیکتره دیگه کدومه بین این 4 تا رقم؟ میگیم عدد 5 رو میذاریم اینجا، رقم 5 رو میذاریم اینجا. خب بعدش چی؟ 6 و 9 بذاریم. میگه نه دیگه، حالا رقم دومو صفر میتونی بذاری دیگه، دیگه محدودیت که نداریم. صفر رقم اول نمیتونستیم بذاریم، ولی متو رقم دوم میتونیم بذاریم. میگه باشه، من صفر رو میذارم رقم دوم خودم. درسته؟ تا جایی که میتونیم عدد رقم کوچیکو بذاریم سمت چپ. و رقم آخر که میتونم بذارم طبیعیه، خودتونم حد زدید احتمالاً، بین 9 و 6 عدد 6 رو میذارم و عدد سه رقمی من میشه 506. کوچکترین عدد سه رقمی که من میتونم بنویسم با این ارقام 506. خب گسترده نویسی بچه، اینجا میخواییم راجع به گسترده نویسی با هم صحبت بکنیم. یه عددی به ما میده، میگه به صورت گسترده این عدد رو برای من مشخص کن چی میشه. خب نگاه کنی، برای گسترده نویسی یک عدد کافیه که ارقام رو جدا کنیم و به اندازه ارقام سمت راست هر رقم صفر قرار بدیم و اونا رو با هم جمع کنیم، یعنی به صورت جمع اعداد مختلف بنویسیم اما رقم سمت راستی ها رو صفر بذاریم. نها کنید مثال عدد، این عدد چی میخونیم؟ سر رقم اگه سر رقم جدا بکنیم میخونیم 2,305,761. گفته به صورت گسترده بنویسید. خب چجوری گسترده بنویسیم؟ میگیم که گفتیم از سمت چپ ما رقم ها رو می نویسیم، بقیهش رو صفر می زاریم. خب نها کنین، اولی 2 چند تا صفر؟ 6 تا صفر. به جای چی؟ به جای 3 و 0 و 5 و 7 و 6 و 1 صفر گذاشتن، یعنی هرچی رقم مونده بود جای صفر گذاشتن. به اضافه گفتم به صورت جمع می نویسیم، بعدی 3 بقیه صفر، به اضافه 5 بقیهش صفر، به اضافه 7 دو تا صفر جلوش میمونه، به اضافه 6 یه دونه صفر جلوش و به اضافه 1. متوجه شدید چی شد؟ یعنی هر رقم رو از سمت چپ شروع میکنیم مینویسیم، جلوش به تعداد رقمایی که موجوده صفر قرار میدیم. خب این میشه گسترده نویسی این عدد، یعنی میگیم 2,000,000 به اضافه 300,000 به اضافه 5,000 به اضافه 700 به اضافه 60 و به اضافه 1. اگه اینا رو جمع بکنیم همین عددمون رو بهمون میده. درسته؟ خب اما یه نکته اینجا مطرحه، نکته برای گسترده نویسی اعداد اعشاری ارقام پس از ممیز را به صورت زیر می نویسند. خب یه موقع از عدد اعشاری به ما میده، مثل چی؟ مثل 435,000. میگه اینو گسترده بنویسید برای من. چیکار باید بکنیم؟ میگیم آقا ما تو قسمت قبل گفتیم اگه عدد ما صحیح باشه ما میایم رقمو مینویسیم سمت راستش، میبینیم هر چی رقم دیگه باقی مونده جای صفر میذاریم و به صورت جمع مینویسیم. توی قسمت اعشاری اگه عددمون اعشاری بود میایم رقما رو دونه دونه مینویسیم پشتش صفر میذاریم. خب مثلا اینو چی مینویسیم؟ مینویسیم 4 پشتش صفر، همون شکلی که هستش. 3 به اضافه 3 0 دوباره 0، یعنی به جای 4 0 بذار، به جای اینم قسمت صحیحش هم 0 بذار، و بعدی 5 دوباره 0 0 0. درست؟ البته که مفهومی هم اگه بخوایم در نظر بگیریم میشه چی؟ میشه 14 به اضافه 300 به اضافه 5000 که میشه 435,000. این روشی که من بهتون گفتم از لحاظ نوشتاریه که خیلی سریع بخوایم بنویسیم، اگه عددمون صحیح باشه رقم‌ها رو به ترتیب بذارید بنویسید جلوش صفر بذارید، و اگه عددمون اعشاری باشه قسمت اعشاریش رو رقم‌ها رو دونه دونه بنویسید پشتش صفر بذارید. خب اما مقایسه اعداد، بحث دیگه‌ای که می‌خوایم توی این قسمت از فصل یک با هم داشته باشیم مقایسه اعداد صحیح هستش. برای مقایسه دو عدد، هر عددی که قسمت صحیح آن تعداد رقم بیشتری داشته باشد بزرگتر است، ولی اگر تعداد رقم های قسمت صحیح اعداد مساوی بود از سمت چپ ارقام را مقایسه میکنیم، اولین رقمی که با هم متفاوت بود عدد بزرگتر و کوچکتر را مشخص میکنه. خب
یعنی چی؟ میاد میگه اگه به شما گفتن این دوتا عدد رو با هم مقایسه کن، چیکار کن؟ بیا ببین چند رقمه. اولین کارت این باشه ببین چند رقمه، این عدد چند رقمه، مثلا ممکنه 5 رقم باشه، این 6 رقم، سریع بگو اون عدد 6 رقمی بزرگه. اولین کارت این باشه. دومین کاری که میکنی چیکار کن؟ از سمت چپ به راست، از سمت چپ دونه دونه رقما رو با هم مقایسه کن. هر جا دیدی اختلاف هست اونجا عددتو مشخص میکنه که کدوم بزرگتره کدوم کوچیکتره. بریم سراغ یه مثال. مثال اعداد زیر رو مقایسه کنید. نگاه کنید چهار تا عددی که حالا الان داریم اینجا تو سوالمون. میم اولین کاری که میکنیم، اولین مثال اولی رو نگاه کنید، میایم میبینیم که آقا این عددی که به ما داده 1 2 3 4 5 6، 6 رقمه. عدد بعدی که به من داده 1 2 3 4 5 رقمه. خیلی از بچه ها به خاطر اینکه این عدد سمت راستمون 99999 همش 9، احساسشون تو نگاه اول اینکه آقا این 9 دیگه، همش این بزرگتره. ولی دقت بکنید تعداد رقم رو اول بشمارید، این 6 رقمه. پس سری بگید چی؟ بگید عدد سمت چپ بزرگتره، درسته؟ بریم تو مثال بعدی. این مثال من عدد اعشاری بهتون دادم، گرچه تو فصلهای آینده بازم بیشتر میخوایم کار بکنیم رو اعداد اعشاری، ولی نگاه کنید قسمت صحیح این دوتا عدد اگه نگاه بکنیم ببینیم که عدد سمت چپمون 4 رقمه، 1 2 3 4، و عدد سمت راستمون 3 رقمه. خب گرچه عدد سمت راستی همش 9 قسمت صحیحش، و شاید همه تو ذهنشون بگن آقا 9 که بزرگتره، ولی تعداد رقم اول با ما حرف میزنه، اونی که تعداد رقمش بیشتره اون عدد بزرگتره. به راحتی میتونیم بگیم عدد سمت چپی بزرگتره، درست؟ به مثال بعدی توجه کنید. اول بشماریم ببینیم چند رقم داره. 1 2 3 4 5 6، عدد سمت راستمون 1 2 3 4 5 6. خب تعداد رقمش برابره. خب حالا چیکار کنیم؟ گفته بودیم وقتی دیدیم تعداد رقم برابره میایم میگیم که خب بیم از سمت چپ با هم مقایسه کنیم. نگاه کنید 4 4، 9 9، 5 5، 3 3، 6 7. متوجه چی شد؟ اینجاست که تغییر کرد. خب حالا کدوم بزرگتره؟ 6 بزرگتره یا 7؟ 7 بزرگتره. پس عدد سمت راست من بزرگتره، درست شد؟ دیگه کاری به عدد بعدیش هم دیگه نه. آقا یکی ممکنه بیاد بگه آقا عدد بعدی هم رقم بعدی هم نه کن، یکی اون یکی صفر را اون وریه بزرگتر. میگم نه، اصلا به رقمهای بعدی من کاری ندارم، از سمت چپ شروع میکنم، دو به دو با هم مقایسه میکنم. به محض اینکه تفاوتی رو مشاهده کردم به من میگه که کدوم بزرگتره. اینجا توی 4 رقم قبلی همش با هم یکی بود، به رقم پنجم که رسید نگاه کردیم این 6، این 7، کدوم بزرگتره؟ عدد سمت راست مشخص شد که بزرگتره. مثال بعدی رو نگاه کنید، بازم اینجا اعشاریه. می‌بینیم این قسمت، قسمت صحیحش، بچه‌ها ما فقط رو قسمت صحیح صحبت ده. می‌بینیم 2 رقمه، اینجا هم 2 رقمه. میگیم پس بریم از سمت چپ مقایسه کنیم ببینیم که کدوم کجا تغییر داره، کدوم عددمون میتونه بزرگتر باشه. میگیم 5 5، 6 6، ممیز، رسیدیم به ممیز، اینجا هم ممیزه. 9 7، کجا تغییر داشت؟ همینجا. کدوم بزرگتره؟ 9 بزرگتر از 7. پس کدوم عدد بزرگتر میشه؟ عدد سمت چپ ما. دیگه به ارقام بعدیش دیگه کاری نداریم، درست؟ اینم از بحث مقایسه اعداد صحیح با هم.